فرایند رو به رشد آمار در شاخص‌های مختلف رو برسیم. دیروز ما تقریبا بالغ بر 14800 مراجعه در حوزه سرپایه داشتیم. در حوزه در واقع مراجعه بستریمون حدود 1150 مورد جدید دیروز بستری کردیم در بیمارستان‌ها و با این عددی که من عرض کردم و میزان ترخیص 900 بیماری که دیروز در تهران در استان تهران انجام شد، بنابراین معدل یعنی مجموعه بیماران بستری در تهران امروز به 6610 بیمار در واقع رسیده که نسبت به روزهای قبل افزایش رو نشون میده. هنوز شاخص مرگ و میر در تهران خیلی متناسب با بحث در واقع میزان مراجعین سرپایی ما تغییر نداشته، حالا یا ممکنه به دلیلی که شاخص مرگ و میر با تأخیر نسبت به سایر شاخص افزایش پیدا میکنه، یا اینکه ممکنه ما در خیز پنجم برخلاف مراجعات بیشتر چون سوش دلتا هست و سوش دلتا ممکنه فقط سرایت پذیری وارد دلش بشه و برخی از مقالات جهانی معتبر اعلام کردن که ممکنه این ویروس فی نفسه موجب افزایش مرگ و میر نشه، هنوز قابل تحلیل برای ما نیست، باید چند روزی بگذره تا بتونیم تحلیل کنیم که آیا الان عدم افزایش مرگ و میر در تناسب با سایر شاخص‌های بیمارستانی ما به خاطر ماهیت این ویروسه که کمتر مرگ و میر ایجاد می‌کنه یا نه به خاطر اون تأخیر زمانی است که ما در این توازن سازی شاخص‌ها داریم.